ازدواج پیمان قاسمخانی و میترا ابراهیمی مستندساز و روانشناس سرشناس در صفحات مجازی منتشر شده و حاکی بر ازدواج مجدد پیمان قاسمخانی همسر سابق بهاره رهنما می باشد. تا کنون این خبر توسط پیمان قاسمخانی و یا میترا ابراهیمی تایید و یا تکذیب نشده است. میترا ابراهیمی متولد 1369، دکتر روانشناس و مستندساز، دارای مدرک تحصیلی روانشناسی با کودک و نوجوان است. خانم میترا ابراهیمی بعد از پایان تحصیلاتش در رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان اکنون چند سالی است که در زمینه روانشناسی مشغول است. به علاوه بر پزشکی در زمینه حمایت از حیوانات نیز فعالیت دارد و گیاهخوار است. ایشان در کنار مشاور روانشناس بودن مدتی است که وارد حرفه مستندسازی و کارگردانی شده است و اولین مستند خود را به نام کامی بر اساس زندگی نامه فرخزاد و پزمیار شاپور ساخت. مستند کامی اولین کار حرفه‌ای خانم ابراهیمی بود که ابتدا با نام فرزند تنها کلید خورد و توسط سایت هامیجو معرفی شد. پخش تیزر کامی باعث شد تا او عوامل ساخت این مستند را پیدا کند و با پیمان قاسمخانی آشنا شود. او درباره فیلم کامی و نحوه کار کردنش در این فیلم گفته: کامی اولین کارم بود و من هیچ چیزی در دست نداشتم و به همین دلیل کسی تهیه کنندگی این کار را به عهده نمی گرفت. هامیجو باعث شد که ویدیو اولین تیزر مستند کامی که در آن زمان با نام فرزند تنها در این سایت قرار دادم دیده شود و سهم بزرگی در این که کامی شود داشت و من شانس پیدا کردن تهیه کننده مشهوری چون پیمان قاسمخانی را پیدا کردم. دانست که مستند کامی به کارگردانی میترا ابراهیمی و تهیه کنندگی پیمان قاسمخانی و مستان مهاجر تدوین این مستند و آهنگسازی آن را پریا قاسمخانی بر عهده داشته است. کامی روایتگر زندگی کامیار شاپور، فرزند فروغ فرخزاد و پرویز شاپور است. پورتری از مردی که میتوان او را نماد عزلت آدمی در دوران معاصر دانست. میترا ابراهیمی درباره دلیل انتخاب فروغ فرخزاد میگوید: از بچگی به فروغ فرخزاد علاقه زیادی داشتم و تمام اتفاقهایی که پیرامون او میافتاد را دنبال میکردم. حتی آدمهای اطرافش را پیدا و با آنها درباره فروغ بدون دوربین صحبت میکردم. و تنها آدمی که طی این سالها نتوانستم پیدا کنم کامیار شاپور پسر فروغ بود. زمانی که او را دیدم جا خوردم. او ادامه می‌دهد که شغل من در واقع روانشناسی است، اما همیشه به ادبیات علاقه من بودم و آن را دنبال می‌کردم. حتی کلاس‌های فیلمنامه نویسی نیز شرکت کرده بودم، اما تجربه‌ای در زمینه فیلمسازی نداشتم. فیلمسازی برایم به صورت وحشتناک سخت بود و اما با خوششانسی بزرگی روبرو شدم و آن کامیار شاپور بود که روبروی دوربین من نشسته و با همه چیز کنار می‌آمد. اما در حرکت عجیب پیمان قاسمخانی و میترا ابراهیمی تهیه کننده و کارگردان مستند کامی از شرکت در جشنواره فیلم فجر انصراف دادند. میترا ابراهیمی در این باره نوشته بود: پیش از این با افتخار گفتم که این فیلم را در جشنواره فجر اکران خواهم کرد، چون کامی برای این مردم است، چون نمیخواهم با پوزهای روشن فکری ببرمش اون طرف و جایی اکرانش بکنم که درکش نمی کنن. اما حالا برایم هیچ افتخاری نیست. حالا 5 سال تلاشم رو کوچک میبینم در مقابل داغی که بر دل مردم ایرانه. کامی هم به نوعی قربانی شد، اما اکرانش بماند به زمانی بهتر با دلی خوشتر. البته قابل ذکر است که تا پیش از اکران این مستند کامیار شاپور پسر فروغ فر از دنیا رفت. پیمان قاسمخانی زاده 30 دی 1344 خورشیدی است. پیمان قاسمخانی فیلمنامه نویس و بازیگر ایرانی است. پیمان قاسمخانی در اکثر ساخته‌های مهران مدیری به عنوان نویسنده یا سرپرست نویسندگان در کنار او حضور داشته است. پیمان قاسمخانی همسر سابق بهاره رهنما یکی از بازیگران سینما و تلویزیون ایران است. همچنین پیمان قاسمخانی برادر مهراب قاسمخانی فیلمنامه نویس و طراح صحنه و لباس است. پیمان قاسمخانی که در دانشکده اهواز آمار انفورماتیک خوانده است در سال 1370 به مرکز آموزش فیلمسازی باغ فردوس رفت و اولین دوره فیلمنامه نویسی را در این مرکز زیر نظر سیف‌الله داد گذراند. وی همچنین مدت کوتاهی را در کلاس آموزشی بهرام بیضایی گذرانده است. از جمله فیلمنامه‌های او
من زمین را دوست دارم، بوی خوش زندگی، بازنویسی، نان، عشق، موتور هزار بر اساس کتاب شوهر مدرسه ای اثر جوانی گوارسکی بدون ذکر در فیلم است که برای ابوالحسن داوودی و یه هتل را نیز برای مرضیه برومند نوشته است. پیمان قاسمخانی سابقه ساختن فیلم کوتاهی به نام هزار پا با بازی پگاه آهنگرانی، سروش صحت، بهاره رهنما و مدیری را دارد. نان عشق موتور هزار به عنوان یکی از موفق‌ترین کمدی‌های یک دهه گذشته نشان داد که فیلمنامه‌های قاسمخانی جدا از رعایت حداقل استانداردهای ژانر کمدی و دوری از لودگی‌های معمول می‌تواند عامه مخاطبان را نیز به سینماها بکشاند. نان و عشق و موتور هزار بهره‌گیری از مؤلفه‌های حاکم بر فیلم فارسی‌ها را دست می‌انداخت و جدا از آن نگاهی تازه و بسیار کمیک نسبت به رویدادهای سیاسی و اجتماعی دوران خودش داشت. نگاهی بسیار دلنشین‌تر از فیلم‌های جدی ساخته شده در آن برهه که سازندگانش گمان می‌کردند با آنها دارن برگی جدید در سینمای سیاسی کشورمان ورق می‌زنند. مارمولک که بیشک یکی از فیلم‌های جنجالی دهه 80 خورشیدی بود، قاسمخانی را تا جایگاه یک ستاره در میان فیلمنامه‌نویسان مستقل سینمای ایران بالا آورد. در زمان اکران مارمولک جنجال‌های قابل پیش‌بینی پیرامونش پدید آمد، زیرا بسیاری فیلم مشروخی‌هایش را گذری جسورانه از خط قرمزها می‌پنداشتند. اما اکنون که ده ها سال از زمان ساخت فیلم گذشته و از آن هیاهوها دور شده ایم، می توان ادعا کرد که مارمولک در خدمت همان نگاه سفارشی حاکم ساخته شد و اتفاقا برخلاف آن ادعاها لحن و پای محافظه کارانه داشت و پا را از دایر موضعی ممنوع فراتر نگذاشته بود. در سال 1382 موفقیت وی تکامل یافته و برای نگارش فیلمنامه مارمولک به کارگردانی کمال تبریزی سیمرغ بلورین را دریافت کرد. پوکر نخستین فیلمنامه جدی پیمان قاسمخانی بود که بسیاری آن را بهترین فیلمنامه تاریخ سینمای ایران می دانستند. اما این فیلمنامه پس از چند بار دست به دست شدن میان کارگردانهای ناماشنای سینما به کاظم راستگفتار رسید و او نیز با تغییراتی فراوان آن را با نام نقاب و روانه اکران کرد. با اینکه فیلم در همان سر و شکل تغییر یافته فیلمنامه‌اش با کاستی‌های روایی همراه بود، اما داستانی مخاطب پسند و جاندار داشت. هرچند که خود قاسمخانی هنوز هم از به هدر رفتن آن فیلمنامه سخن می‌گوید. او در سال 1371 با بهاره رهنما بازیگر ایرانی ازدواج کرد و در سال 76 صاحب دختری به نام پریاش. گفته بهاره رهنما درباره ازدواجشان زمانی که 17 سال داشت و دانشجوی سال اول دانشگاه بود با هم آشنا شدند و در سالهای بعد این آشنایی شکل جدیتری به خود گرفت. آنها در سال 1373 با هم ازدواج کردند و حاصل این ازدواج یک دختر به نام پریا قاسمخانی است. این زوج هنرمند و سینمایی بعد از سالها زندگی مشترک در 24مین سال زندگی خود از هم جدا شدند. بهاره رهنما با امیرخسرو عباسی کارآفرین و صاحب برند لوازم آرایشی و بهداشتی ازدواج کرده است. این زوج بنا به دلایل نامعلوم پس از 25 سال زندگی مشترک از همدیگر جدا شدند. بهاره رهنما در حاشیه نمایش دیگری از این اتفاق پرده برداشت و گفت ما 25 سال با هم زندگی کردیم و از یکدیگر جدا شدیم، اما پیمان قاسمخانی قدیمی ترین دوست زندگی من است و ادامه پیدا نکردن زندگی مشترکمان باعث نمی شود دوستی من لطمه ببیند.